سرخط خبرها درگیری میان طالبان محلی و طالبان پشتون در داخل پنجشیر. ابراز نگرانی گودریش از حملات تروریستی و نقض حقوق بشر در افغانستان. برگزاری نشست تهران درباره افغانستان. پا به توپ شدن رئیس فیفا با دختران افغان در قطر. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. خبرگزاری افاق می نویسد ابراز نگرانی گوتریش از حملات تروریستی و نقض حقوق بشر در افغانستان. آنتونی گودریش دبیر کل سازمان ملل با صدور پیامی برای نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که در تهران در حال برگزاری است گفته که از موارد نقض حقوق بشر و حملات در افغانستان از زمان تسلط طالبان به شدت نگران است. دبیر کل سازمان ملل از طریق یک پیام تصویری از قبل ضبط شده در سخنانی گفت که افغانستان با یک بحران فرایند انسانی مواجه است که نیاز به اقدام فوری دارد. آقای گودریش از تعامل سازمان ملل با طالبان برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان یادآوری کرد. دبیر کل سازمان ملل گفت که از موارد نقض حقوق بشر افغانستان و حملات در این کشور از زمان تسلط طالبان به شدت نگران است. او همچنین خواستار تلاش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان شد. نشست تهران با اشتراک روسیه و کشورهای همسایه افغانستان امروز با سخنرانی معاون رئیس جمهور ایران آغاز شد. پاکستان و ایران بر امنیت مرزی و کمک های بشری به افغانستان تاکید کردند و وزیر خارجه پاکستان خواستار تعامل جهان با طالبان و آزادسازی دارایی‌های افغانستان نیز شده است. چین هم گفت که روابط دیپلماتیک با طالبان ادامه می دهد و در زمان مناسب میزبان نشست سیوم کشورهای همسایه افغانستان خواهد بود. در حالی است که به نقل از کانال خبری جنرال انفو، درگیری میان طالبان محلی و طالبان پشتون در داخل پنجشیر. صبح امروز نظامیان امارت اسلامی در ولایت پنجشیر میان هم درگیر شدند. منابع محلی و پنجشیر نیوز میگویند جنگجویان طالبان خودسران یک روستا را در ولایت پنجشیر بازرسی کرده بودند و همچنان یک تن را لاتکوب نموده بودند. هنگامی عبدالحمید خراسانی عامر امنیت قماندان امنیه ولایت پنجشیر اقدام به گرفتاری این گروه میکند، میان هم تا نزدیکی شلیک بالای هم اقدام میکنند. گواهان رویداد میگویند در این روی روی سربازان ریاست استخبارات ولایت پنجشیر نیز از عبدالحمید خراسانی پشتیبانی میکنند. و اما با پادر میانی والی امارت اسلامی ولایت پنجشیر موضوع ظاهرا حل میگردد. در همین حال روزنامه اشت صبح می نویسد برگزاری نشست تهران، چین و پاکستان بر ادامه همکاری ها برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تاکید کردند. اشت صبح کابل: نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران در حال برگزار است که چین و پاکستان با تاکید بر اهمیت این نشست از ادامه همکاری ها برای بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان اطمینان داده است. با گزارش ایرنا، وزیر خارجه چین در نشست تهران که امروز چهارشنبه 5 مغرب در تهران در حال برگزاری است گفته است که با برگزاری این نشست کانال های موثر دیپلماتیک برای راه حل مشکلات افغانستان ایجاد شده است. وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفته است چین درباره افغانستان رایزنی های مختلفی انجام داده است و در کابل نیز این رایزنی ها را انجام داده است. این مقام چینی تاکید کرده است که بیجینگ همکاری های خود برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان را با کشورهای دیگر ادامه می دهد. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در ادامه این نشست در تهران گفته است با توجه به نشست هایی که با مقام های طالبان داشته، آنان در کابل در پی تعامل سودمند با جامعه بین المللی هستند. قریشی افزوده است که مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی جدی مواجهند و باید سرمایه های آنان در کشورهای دیگری آزاد شود. از سوی هم
قریشی با تاکید بر اهمیت مبارزه با تروریسم گفته است که باید در این زمینه مشترکاً در سطح منطقه کار کنیم، زیرا فعالیت گروه های تروریستی تهدید برای منطقه است. نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در حال در تهران برگزار می شود که از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. این در حالی است که روزنامه اسپوتنیک می نویسد پا به توپ شدن رئیس فیفا با دختران مهاجر افغان در قطر. جینا اینفانتینیو رئیس فیفا پس از بازدید از کمپ دوحه و دختران فوتبالیست با آنان دقایق فوتبال بازی کرد. با گزارش اسپوتنیک روز گذشته رئیس فیفا به دیدار دختران فوتبالیست نجات داده شده از افغانستان رفت که دو هفته پیش از کابل به دوحه انتقال داده شدند. رئیس فیفا پس از دیدار صمیمانه دقایقی را به صورت نمایشی در کمپ دوحه با این دختران روی خیابان فوتبال بازی کرد. در عین حال اسپوتنیک می نویسد رئیس الوزرای طالبان اسناد تحصیل عالمان دینی بررسی و رتبه های علمی آنان تثبیت شود. در نشست وزیران کابینه طالبان طرح برای تثبیت رتبه های علمی عالمان دین و ارزیابی اسناد تحصیلی آنان تایید شده است. با گزارش اسپوتنیک وزیران کابینه طالبان روز گذشته سه‌شنبه 4 عقرب برگزار شد. در این نشست رئیس الوزرای طالبان طرح تثبیت رتبه های علمی عالمان دین و ارزیابی اسناد تحصیلی آنها را تصویب کرده است. محمد حسن آخان رئیس وزرای طالبان در نشست وزیران تاکید کرده است که اسناد عالمان دین ارزیابی شود و رتبه های علمی آنان نیز مشخص شود. از سوی هم در این نشست هیئتی از سوی طالبان برای حل مشکل شرکت های گماشته شده است که پول هایشان در بانک های کشور مسدود شده است. دوام روند توزیع تذکره، آماده سازی طرح سرشماری نفوذ کشور، حل مشکل معتادان به مواد مخدر، مدیریت سالم کمک های خارجی و نیز پروژه ایتوپی از موضوعات مورد بحث نشست امروز وزیران طالبان بوده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید. منتظر پیشنهادات و انتقادات سالم شما هستیم. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها را از مهمترین واقعات روز برای شما به نشر بگذاریم. تا ویدیوی دیگر، الله متعال حافظ و نگهدار شما باد.